سرخط خبرها، طرح فوق سری اماد برای تولید سلاح هسته‌ای در ایران، ورود ناوهای جنگی ایران به بندر کاسپیسک روسیه، روسیه نزدیک مرز ایران نیروگاه هسته‌ای می‌سازد و جنگنده‌های آمریکایی نزدیک روسیه می‌شوند. مشروع اخبار. طرح فوق سری اماد برای تولید سلاح هسته‌ای در ایران. در حالی که مذاکرات هسته‌ای میان قدرت‌های جهانی و ایران به سرانجام نرسیده و فشارهای بین‌المللی بر تهران برای پذیرش پیشنویس توافق روی میز ادامه دارد، برخی مقامات ایرانی و رسانه‌های متعلق با نهادهای امنیتی و نظامی این کشور از دستیابی به توانمندی‌های لازم برای ساخت بمب اتم سخن می‌گویند. هنوز چند هفته از اظهارات جنجال برانگیز کمال خرازی درباره توانمندی‌های هسته‌ای ایران نگذشته که کانال تلگرامی نیروی قدس سپاه پاسداران ایران شنبه 8 مرداد تهدید کرد که ایران در صورت حمله آمریکا و یا اسرائیل به تأسیسات نطنز در کوتاه‌ترین زمان ممکن ساخت بمب‌های اتمی را آغاز خواهد کرد. بنا به ادعای کانال سپاه قدس، جمهوری اسلامی به میزان کافی از اورانیوم غنی شده با خلوص بالا برای تولید سلاح هسته‌ای دست یافته و تأسیسات سری فردو مأموریت دارد در صورت حمله نظامی غرب، پروژه گریز هسته‌ای موسوم به پروژه اماد را به اجرا گذارد. همچنین در کلیپی که سپاه قدس تهیه کرده به برنامه موشک‌های قاره پیمای جمهوری اسلامی اشاره کرده و ادعا می‌کند که در صورت اقدام خصمانه ایالات متحده می‌تواند نیویورک را به ویرانه جهنمی تبدیل کند. ورود ناوهای جنگی ایران به بندر کاسپیسک روسیه. مرکز خبررسانی منطقه نظامی جنوب روسیه اعلام کرد ناوهای نیروهای دریایی ایران و آذربایجان برای شرکت در رژه نیروی دریایی روسیه به مناسبت روز نیروی دریایی وارد بندر کاسپیسک روسیه شدند و این به تقویت تفاهم بین کشورها و ملوانان کمک می‌کند. آخرین یکشنبه ماه ژوئیه رژه ویژه کشتی‌های ناوگروه روسیه و مهمانان و جشنواره نظامی ورزشی در دریای خزر برای ساکنان و مهمانان شهر کاسپیسک برگزار می‌شود. در پایان اطلاعی مرکز خبررسانی آمده است در مجموع حدود 500 نفر پرسنل نظامی در این جشن‌ها شرکت کرده و حدود 40 کشتی، قایق و شناور پشتیبانی ناوگروه روسیه و بیش از 20 واحد تجهیزات نظامی و ویژه در آنها مشارکت خواهند داشت. روسیه نزدیک مرز ایران نیروگاه هسته‌ای می‌سازد. به گزارش مونیبان، رسانه‌ها شنبه شب به وقت تهران از قرارداد جدید شرکت روس اتم با دولت ترکیه برای تکمیل نیروگاه هسته‌ای ترکیه خبر دادند. شرکت دولتی روس اتم قول انرژی هسته‌ای روسیه اعلام کرده است که طی قرارداد جدید با ترکیه انجام کار ساخت و ساز باقی مانده نیروگاه هسته‌ای در جنوب ترکیه را به یک شرکت زیرمجموعه خود اعطا کرده است. بر اساس این گزارش، قرارداد مهندسی، خرید و ساخت نیروگاه هسته‌ای 20 میلیارد دلاری پس از فسخ قرارداد با یک شرکت ترکیه‌ای توسط شرکت روسیه آکویو نیوکلیئر امضا شد. اولین نیروگاه هسته‌ای ترکیه که در شهر ساحلی مرسین در دریای مدیترانه واقع شده، یک پروژه مشترک روسیه و ترکیه با مشارکت شرکت روس اتم به عنوان سهامدار عمده است. و جنگنده‌های آمریکایی نزدیک روسیه می‌شوند. به گزارش مونیبان، منابع رسانه‌ای گزارش دادند که نیروی هوایی آمریکا در راستای ایجاد سپر هوایی در اروپا اعلام کرده که قصد دارد جنگنده‌های F-22 رپتور برتری هوایی خود را برای حمایت از مأموریت هوایی ناتو به لهستان اعزام کند. وبگاه استرایپس در این زمینه نوشت مقامات نیروی هوایی گفتند که 6 فروند جنگنده F-22 رپتور مستقر در آلاسکا سه‌شنبه گذشته به پایگاه هوایی لاکن هیس در انگلیس رسیدند. قرار است این جنگنده های پیشرفته در پایگاه هوایی تاکتیکی در لاسک لهستان مستقر شوند و مأموریت آنها جلوگیری از حملات روسیه به جناح شرقی ناتو در اروپا است. نیروی هوایی آمریکا چندی قبل نیز در بحبوحه درگیری روسیه و اوکراین بمب‌افکن راهبردی خود را بر فراز حریم هوایی رومانی به پرواز درآوردند.